شما در امریکا به دنیا آمدین و تمام زندگی خود را در امریکا سپری کردین، چی باعث شد که علاقمند افغانستان شدین و این کتاب نوشتین؟ این اگر در این دنیا در افغانستان نامدم، انوز افغانستم. مادر پدرم از افغانستان آمده بودن در وقت شروع جنگا. میخواستن یک زندگی بهتر بر اولادایشان، بر خودم و بر برادرم، اما میخواستن که فرهنگ افغانا را بشناسیم، بفهمیم، زندگی کنیم. که امریکا هم که آمدیم هر روز از افغانستان گپ میزدیم، زندگی ما زندگی افغانا بود. این یک روز در هفته مکتب افغانی میرفتیم، گفته بودن باید زبان بفهمیم، خواندنشان بفهمیم و میخواستن که یک روز پس بریم افغانستان. کتاب شما تحت عنوان آسمان مرموز یک ناول است در مورد افغانستان. کمی در مورد کتاب شرح بدین، هدف نوشتن از او، همچنین محتوایش. زیاد خارجی ها که افغانستان میبینن تنها جنگ میبینن، طالبان رو میبینن، خوبیش هیچ نمیبینن. و من میخواستم در این کتاب یک قسم نشتک کنم که افغانستان امروز ببینن، مخصوصا افغانای که افغان ها هستن که خوشی تنها میخواهند، خوشی برای خودشان، خوشی برای فامیلشان. اما افغان های بد هم هستن که زور خدا استفاده میکنن سر افغان های خوب ما. من حیث حرفه شما خبرنگار هستین در شبکه‌های بسیار معتبر امریکا، CNN شما خبرنگار بودین، مستقیما از افغانستان گزارش میتادین. اوضای افغانستان شخصا چطور ارزیابی میکنین؟ اولین سال که افغانستان رفتم بسیار سخت بود برای من. باز افغانای بسیار دوستانه، برادرایم، خوارایم کمک میکردن زیاد. باز بعد از چند سال یک قسم رسپکتم میشد، مخصوصا کتا از این افغانا. باز انوز هم یگان نفرا که میدیدم کتا ما انوز خوش نمی بودن از دست در امریکا کلان شدم و گفتن یگان نفراشن میگفتن افغان راستی نیستی، چرا آمدی؟ باز راستی راست بگیم جگرخون می شدم. از است در امریکا کلان شده بودم، در کلمه افغان بودم. در کتا چی دوستای ما اگر می گفتن از کجا هستی، می گفتم از افغانستان هستم. این اگر اونجا تولد نمی شدم، قلب من نوز اونجا بود. برمیگردیم به کتابتان. کتابتان در امریکا استقبال گسترده شده، در حال حاضر در توری هستین که برای امضا کردن این کتاب به مناطق مختلف میرین. واکنش امریکایی ها و افغان ها به کتابتان چطور بود؟ انوز نظریات افغان ها نیست، اما کوشش میکنیم که یک کسر پیدا کنیم که در فارسی یا در پشتو ترجمانی کنن کتابه. زیادتر شنیدیم از امریکایا مخصوصا، و زیاد میگن ریویو در اینترنت که میباشه نشته میکنن، میگوین که خوش دیم که یک افغانستان دیگر دیدیم، افغانستان خبرها رو ندیدیم. یک بچگک بخیالم 13 ساله بود، معلمش کتاب برش داد و یک ایمیل روان کرد برای معلمش، گفته بود این کتاب بسیار خوشم آمد، از پیش از این کتاب اسلام بد می دیدم. آل یاد گرفتیم که اسلام بد نیست. شاید اگان نفرها بد باشن، اما خود دین اسلام بد نیست. بر اساس تجربه کاری خود، آینده افغانستان چطور می بینین؟ تحولات سیاسی در افغانستان، افغانستان با کدام سمت روان است؟ راست بگم پریشان هستم که چی میشه. ما میخوایم خوبی افغانستان، میخوایم خوبی افغانا، و جوانای افغانستان میبینم و بسیار امید دارم بر افغانستان. بسیار مردمای هوشیار هستن، مردمای خوبی افغانستان میخواین، اما سخت است که ببینیم که چی میشه. اما افغانستان اگر جور شوه، به دست خود افغانا جور میشه. اگه در آینده بخواین یک کتاب دیگه نوشته کنین، محتوای از او چی خواهد بود و در مورد چی خواهید نوشت؟ ببینیم، بسیار خوش میشم اگر بازم یک کتاب دیگه نوشته کنیم، و اگر نوشته کنم من میخوایم یک کتاب از خوشی افغانستان نشان بده. یک چیز کتاب من که یگان نفرم میگه که یگان جایش بسیار جگرخونی نشان میده از افغانستان. یک کتاب دیگه میخوایم یک فانتزی بسازم از افغانستان، و انشالله یک فانتزی خوب افغانستان. پس ببینیم.